این ویدیو از سوی صفحه اینترنتی اعماق که وابسته به داعش پنداشته می شود پخش شده است. داعش با پخش این ویدیو مسئولیت حمله های اخیر در ننگرهار را پذیرفته است. با این همه ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه را تهدید جدی برای افغانستان نمی داند. داعش تا که خطر نرسه خود به خلقو که داعش چی فکر منفور فکر ده. ایت سوکم با افغانان ندیگوه حمایت نکه ترشاید سوک نست. او هر جریان سی ولس لشا و نل ریغای بنیاد نسی جوڑا ولی با افغانستان کی. دوم داده سی زمو که مبارزه ده داعش پا بلان دی بند دیر مؤثر بخواهم. همو دیگو پا بلان دی بند دیر خب ده مخنیوی او دیگو دی خونسا کول و تکتیکم لرو او لساسایم لرو. در حکومت پیشین گروه داعش در ولسوالی های شینواری ننگرهار حضور فعال داشت، اما پس از نبردهای سخت اعلام شد که این مناطق از وجود گروه داعش پاکسازی شدند. اما شمار از آگاهان امور سیاسی با اشاره به حمله های پسین گروه داعش در ننگرهار و کابل به این باور هستند که این گروه هنوز هم در کشور حضور فعال دارد. فکر کوم د اساسی هدف دا و څخکاره کی چې دوی اوس هم په افغانستان کې فعال حضور لري او د افغانستان نوی حکومت خلاف خپل جګړې ته د ادامې اراده لري. داعش به اوس په طالبانو گزار کوي. هر کله چې ورته یو آسان هدف ښکاري دا کار به کیږي، او زما خیال چې د داعش ستراتیژي هم اوس دغه ده چې طالب هدف کې ځکه چې هلته خو نور خلک نشته، خارجیان نشته او افغان ځواکونه مسالمان دي. پیش از این به شمول ناتو شمار از کشورهای جهان نیز از احتمال فعالیت‌های دوباره القاعده و داعش در افغانستان نگرانی کردند، اما طالبان میگویند که به هیچ گروه مسلحی در افغانستان اجازه فعالیت‌های هراس‌افگنانه را نمی‌دهند.